چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم. خداوند هدایت شدگان از کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و آذری و پارس و عرب روز بروز بیشتر کن. بله سلامت باشید جناب علی. آقای حسین بفرمایید. سلامت باشید آقای حسین بفرمایید. آقای ملازده بفرمایید. جناب علی حال شما خوبه؟ سلامت باشید آقای حسین. آقای ملازده از مشهد زنگ میزنه. بله آقای حسین از مشهد بفرمایید، در خدمتتون هستم. چند سال پیش دو سال سه سال پیش تو مشهد بودم، یک آشنایی اومد خونمون، بعد ایشون آمد وضو گیره پاشو شست. بله. یه حالتی مثل که مثلا چندش هم بشه یک جوری شده. بعد بهش گفتم که چجوریه که پاهاتو میشوری، بیا به دین واقعی، بیا مسلمان واقعی باشو. بله. بعدی بنده خدا یک تبسم پر از معنا اطلاع و پر از دین و پر از علم یک تبسم بیم نگاه که گفت سه مقولی حق با توه. بعد من بهش گفتم که نه بله بیا دین واقعی حضرت علی مسلمون بشو. بله. بعد بهم گفت که نه نماز میخوندم نه دین داشتم نه هیچی، اصلا هر کاری که شما فکر بکنی تو کره زمین، هر کاری که فکر بکنی انجام میدادم، جنایت، زنا، دعوا، ولگردی، لاتبازی، احترام به پدر مادر نمیگذاشتم، تو خیابون به تجاوز به ناموس مردم، ولگردی، هر کار که فکرش بکنی تو کره زمین آمولا زده انجام دادم. پناه. هر کار که فکرش بکنی پناه بر خدا. بعد هیچی دیگه، آمد کتاب قرآن داری؟ گفتم که بله کتاب قرآن داری. گفت نه جو حلقه داری؟ گفتم بله. دو تا سه دعایه گذاشت جلوم، راش کشی رفت خانه شد، نشستم شیش ماه هفت ماه هشت ماه مطالعه کردم. الله اکبر. با وجودی که آیه های قرآن میدیدم، با وجودی که نهج البلاغه رو میدیدم، میدونستم که حق با شماه، ولی بازم همش یک سره فکر میکردم که همش فکر میکردم که شماه دروغ بگه، نمیگیدون که شما داره باید از راه به در بخونه. بعد هر روز میرسم در مغازم که کارم خطاطی و تابلوسازی اینا، که مثلا یک چیزی بنویسم، هر سوالی که داشتم صبح همون سوال میدیده بیامد طرف میگفت مثلا زو ماشین رو بنویس، حاجت زکی میخواهی جایی که خدا باشد. هر سوالی که خواستم، هر چیزی که خواستم و من در موازم، هر قرآن با میکرد و خدا با هم صحبت میکرد. نشستم شیش ماه هفت با مطالعه کردم، تمام اون منطقه مسخرم بکردن سکسوندی، رد برفت و از جلو موازم رد برفتن، یا علی نزدیک 200-300 نفر، با وجودی که سواد ندارم، با وجودی که تحصیل کردن سواد ملازده، 2300 نفر آدم باهاش صحبت کردن برگشته. الله اکبر. دوران وایر بیشتر نخوندم آقا ملازده، ولی خدا چنان هوشی بهم داده، حاضرم بسن بخورم اگه بیشترم جلو شما باید صحبت کنم، باور کن از اطلاعی ما شاخ در میراده. 2300 نفر به وسیله شما برگشت؟ بله تو مشهد. الحمدلله. شب الحمدلله. بله تو مشهد باشم صحبت کردم برگشتم. الله اکبر. شب و روز باشم صحبت میکردم، خدا چنان زبونه بهم داده که اگه یک کلا بشینم و یکی صحبت بکنم خدا شاهده، سرهنگ مملکت تو پاسگاه نشستم باید صحبت کردم، قول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم الله. بله یک زحمت بکشید شما فقط سر کنید همین آیه های اطیع الله و اطیع الرسول، لعنت خدا و لعنت فرشتگان، درود خدا و درود فرشتگان، همین یک توضیح بدیم برای آدمای بی سواده که دارن میگن پشت گوشی میگن که خدا خودش مشرک بوده،
به شیطون گفته با آدم سجده کن. آخه ابله این سجده جلو شیطون آمده. این امام کلمه امام هم جلو شیطون آمده. خداوند از امامت شیطون داره استفاده صحبت بکنه، چرا از امامت حضرت علی صحبت بکنه؟ الله اکبر. چرا قرآن میگه، قرآن داره که لعنت خدا و لعنت ملائک، لعنت خدا درونش عذابه، خداوند خودش دارنده عذابه، خودش قدرت عذاب دستشه، ولی ملائک دستش تولیه، هیچ کار نمیتونه بکنه، خالیه دستش، فقط دعا میکنن که به فلانی لعنت کن. آفرین. درود خدا درونش بهشته، خودش دادنده بهشته، خودش صاحب بهشته، خودش دادنده قدرته، ولی درود ملائک هیچی نیست، دستش خالیه، فقط دعا میکنن. این درود با او درود فرق میکنه، این اطیع الله و اطیع رسول و اطیع الله فرق میکنه. شما زمانی که داری تو قرآن رسولت بکنی، داری تو بیمارستان، اگر یکی که یک لباس سفید ترش کرده تو پرستاره، یکی که لباس سفید ترش کرده تو دکتره، میشه شما کار دکتر از پرستار بخوای؟ درست لباس ها شبیه هم دیگره. آفرین بر شما. درسته که خداوند داره میگه که شیطان به شیطان میگه به جلوی انسان سجده کنه، ولی این سجده بزرگ داشته، سجده تکریمه، سجده احترامه. خدا داره به شیطان میگه در راه خیر و مصلحت انسان قدم بردار، نه که تو میبینی به این سجده وقتی جلوی انسان میره یک معنی میده، وقتی جلو خدا میره یک معنی دیگه میده. کلمه امام وقتی جلو شیطان میاد یک معنی میده، وقتی جلو بشر میاد یک معنی میده. چرا سوء استفاده میکنه از سادگی مردم؟ چرا مردم بی سواد بدبختی بیچاره که هیچ آگاهی از قرآن ندارن، میان اینا رو برمیدارن مهرت سر یک آیه هایی که اصلا ربطی به موضوع نداره، یک کمی شبیه به افکار پلید و کسیف و نجست شده، برمیدارن میگن که شهیدان زنده هم بدونی که قبلش رو بخوانن، بدونی که بعدش رو بخوانن، بدونی که بالای آیه رو بخوانن، بدونی پایین آیه رو بخوانن. مردم بدبختی بی سواد بیچاره برمیدارن بحران بکنن با آیه های متشابه سرش رو گول بزنن. 3 سال آزگار بشه سجل مادرم گریه که رو بعد 3 سال مادرم قبول شد کلمه لا اله الا الله رو بگه. الله اکبر. به اندازه 200 و 300 دفعه آقام الله زده باور تو بشه، خدا شاهد آقام الله زده هر جنایتی که شما فکرش بکنی تو کره زمین کرد. الله اکبر. بعد هر زمانی که گیر میکرد و آقازم مثلا کار خطاتی دارم، هر زمانی که گیر میکرد آقا مولا نزد خدا شاهده به قدله محمد قسم خدا همون سوال میامد در آقازم مشتری میامد به قبله قسم نخورید، فقط به خدا قسم بخورید. به خدا قسم. بعد شما هندوها الان وقتی میخوام برم تو معبد آقا مولا زده، خوب 100 تا بود اگه سمت راست شونه، 100 تا بود اگه سمت چپ شونه، یک راست بره جو بود بزرگ. در محضر بود بزرگ به بود کوچیک دلستان نمی کنه. بود دلستان امروز شرفش از ما بیشتره. الله اکبر. شرف اینا از ما بیشتره که وقتی که تو معبد میره اگه 100 تا بود کوچیک سمت راست، 100 تا بود کوچیک سمت چپه، یک راست من جو بوت بزرگ در محضر بوت بزرگ بوت کوچیک صدا نمیزنه. الله اکبر. یگانگی بوت شده صدا میزنه. الله اکبر. وقتی که بوت بزرگ صدا میزنه تو کشورش بوت پرستی میکنه، نمیره به خر همسایه توسل کنه، نمیره به موش همسایه توسل کنه، نمیره به گاو همسایه توسل کنه، همون بوت یگانگی صدا میزنه. یکی شعرهای ما دارن در شعرهاش دارن میگه که هندو به تعلق گفت کیاران خدا دوتاست، لعنت در آن کس که بگوید خدا یکیست. الو چطور تو ادعای مسلمونی میکنی که هندو به تو میخنده؟ به تعلیم میگه تو یکی که بلند شدی 1000 سال 500 سال بلند شدی آمدی تو کشور هندوستان زدی با شمشیر بطر شگستی گفتی بگو لا اله الا الله، بعد امروز خودت بلند میشی میری تو هر کوه دشتی به اون یه قبر آباد میکنی ادعای مسلمونی میکنی؟ بعد همون هندو داره به تو مسخره میکنه، بهت میخنده. هندو به تعلیق و به مسخره گو کیاران خدا دوتاست، بگه تویی که دیروز آمدی حمله کردی به ما، بطای ما رو زدی شگستی، گفتی خدا یکیه، بعد امروز خودت 30 زاده قبل صدا میزنی؟
لعنت دارن کس که بگوید خدا یکیست. حوضو بالله. به قول عمر بن خیام تو کتابش و تو شعرش میگه که تو کتابش داره میگه که چشم ماندم که ز شوق تو، منظور این خدا، چشم ماندم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. وقت اگر زنگونه مدد خواهی، یعنی بری از قبر و از سنگ مدد بگیری، زلف معشوقه به دست آقای ملازاده خواهد بود. چشم ماندم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. وقت اگر زنگونه مدد خواهی، زلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود. متاسفانه از آگاهی، از ناآگاهی ما سوء استفاده میشه آقا ملازده. خواهش که ازت رو درو التماس کنم اگر یک کسی یه به تو زنگ میزنه سر یک آیه وضو از تو سوال کنه، همه آیه وضو درست بهش توضیح بده، همون خدا شاده باور تو نمیشه برمیگرده، ساده از کنارش نگذره، بهش نشوندیم که این ذره اشارهه. یا همین کلمه که داره بنده خدا صحبت میکنه، یکی از ابله میگه خدا خودش مشرکه. خدا خودش مشرکه؟ چی تو خدا خودش مشرکه؟ بیشور کلمه سجده رو یکی از ابله و بیشور که تو هر کلمه سجده رو نمیدونی کجا قرار گرفته. اگر کلمه سجده شما کلمه شیر، بری تو جنگل یک معنی میده، بری تو بغدالی یک معنی میده، بری تو لوازم گاتسوز بگی شیر بدی یک معنی میده. بله، این کلمه شیر صد جا استفاده میشه. بعد شما چطوری با یک کلمه سو استفاده میکنی میگی خدا خودش مشرکه؟ این کلمه سجده کنار شیطان، شیطان آمده بگه به آدم سجده کن. کلمه امام هم چرا بره شیطان آمده؟ پس چرا تو نمیره به شیطان بگی امام؟ بره به شیطان بگو امام. یک کلمه که کنار خدا قرار میده اون کلمه یک معنی میده، کلمه که کنار ملائک قرار میگیره یک معنی دیگه میده. بعد تو اینقدر ابلهی که نمیدونی که لعنت خدا با لعنت ملائک، درود خدا با درود ملائک فرق میکنه. از سادگی ما استفاده میکنه. ما خودم سواد ندارم آقا ملازمه، دوره آنهایی بیشتر نکن. بله خدا رو شکر الحمدلله، یعنی باور تو نمیشه آقا ملازده. احدی تو مشهد نیست که بشه نمو صحبت کنه، احدی نیست که بتونه، یعنی یک نفر نیست که بتونه برزه اونو بند بیاد. هزاران بو حامد و رازی نیرزد به نادانی که چشمش تیز بین است. خدا را شکر شما نادان که نیستید، بلکه سخنانتون بسیار بسیار ارزشمند و پرمعنا است، ولی تواضع میکنید. سلامت بشه آقا ملازده. آقا ملازده یک عرض کوچولو دیگه داشتم اگه اجازه بدیم بهتون بگم. آقا ملازده بفرمایید، راحت باشین، سخنانتون خیلی جذاب و شیرینه، بفرمایید. زنده بشه آقا ملازده. یک تشریح که اول قرآن آیهش آمده، این تشریح پلیده، کثیفه، انتقال دهنده بیماریه، در تاریکی، در ظلمات، در گمراهی یک نور کوچولوی میبینه، مثل این شیعا دور او قلب وول 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 میکنه، تا صبح دور او قلب میچرخه، همونجور گو پشه تا صبح دور او لامپ تو تاریکی میچرخه، صبح هیچی آید نمیشه، فقط این که خسته شدن دور او لامپ بیچیده. وقتی که نور میاد، خورشید میاد، روز بشه، او پشه دیگه دور او لامپ نمیبینی. وقتی که قرآن میاد جلوی شیعا میذاری دیگه نمیبینی شو اینا، خدا حافظ، گمراه شدن اینا. ولی یک رد پای حضرت رضا تکینه در 2000 پیش به امام رضا آب داده، دست ابوالفضل فلانجا افتاده، سر ابوالفضل فلانجا افتاده. برای اینا مهم نیست که طرف صد تا سر داشته باشه، یک رأس الحسین تو مصر، یک رأس الحسین تو سوریه، یک رأس الحسین تو فلانجا، طرف ده تا جنازه داشته باشه، انقدر اینا ابله و بیشعورن که فکر اینا نمیکنه که آخه یک آدم چند تا سر داره. این آیه قرآن آقای ملازده که شما مثلا نظرمون یه که نظر خداوند از تشه داره صحبت میکنه، تو این همه موجودات داره از تشه صحبت میکنه، یک تشه تا صبح تو تاریکی تو ظلمات کوچکترین نور که میبینه جذبش میشه، دورش تا صبح میچرخه، بیهوده و بیهوده. صبح که خورشید میشه دیگه اون تشه ها رو نمیبینی، خدا حافظ. این شیعان ما یک ردفا که میبینن، یک قبر که
اون روز 70 سال رو قبره میبیچن. ولی کافیه که الگولان رو هر دیری باید کنی جلوشن مثل جن الگولان فرار میکنن. این تفسیر ما نظر ما از آره پشه. خیلی باشه. همیشه تشبیهی سخنانتان بسیار جالبه و خیلی متشکرم. نه از راه اسکایپ بیاید که امن‌تر و بهتره. کامپیوتر نه راه ولزه بده. خدا برات. به هر حال تا تلسکوپ توی چند سال توی یک سال دو سالی که برگشت رو از دین مثلا از دین مذهب شیعه برگشتم انقدر پررو بودم انقدر پررو بودم آمول آزده توف تو صورتم انداختن سکسونین کردن نجستم کردن هر بلان که فکر بکنی سر انده آوردن ولی من رفتم التماس شما میکردم خود شما رو به خدا تو رو قرآن فقط بیا بشین بس کنه نماد ما آمه بعد 3 سال آمه به اون گفت تو اشتباه میکنی گفت ما اشتباه میکنی برو بزرگ کنی عالم مشهل برد و بیا اینجا بشین و بس بکنه رفتم تو خانهشو نشستم قرآن باز کردم نجرانه رو باز کردم آمون لازده خدا شاهده یه یک کارش کرده بودم کی بنده خدا یکش بسته بود با دگمه و ریش و انگشته رو بوی اتکلونش افتاد تو کوچه رو برداشته بود و دور داد و کتاب و کامپیوتر رو ولی کارش کرده آمون لازده خدا شاهده یعنی به خود خدا قسم یعنی کارش کردم که اصلا یعنی کلام میتونستی آمون بده چرا خدا میگه انا نحن نزل نازل چرا میگه ما و انا ازش بهش گفتم تو خود وقتی یک کار مهم نون کنی نمیگی ما اینی نمیگی ما اینی بله کلمه ما استفاده نمی کنی چرا با آیه ها بازی می کنی چرا این همه آیه بازی رو ول می کنی این همه آیه ها روشن رو ول می کنی این همه آیه هایی که خدا بازی و روشن داره با بنده های صحبت می کنه ول می کنی بری دنبال آیه های متشابه بدون اینکه بشینی کوچکترین تفکر تو آیه های قرآن بکنی بالاش رو بکنی پایینش رو بکنی بله بله متاسفانه با وجود که کم آوردن از آیه وضوی اینا صد تا ایراد گرفتم ازش از آیه وضویشان که خداوند از اول وضو تا آخر وضو همه رو بهش توضیح دادم 10 تا ایراد ازش گرفتم بازم کم آوردن چیز گرفت بازم با وجودی که میدی بهش میگفتم خداوند دارم یه علل مرافله اگه علل مرافله از آرنجی پس علل چی علل چهبه نه از آرنجی علل مرافله کنه پس از مرد کنه از بالا بیا پایین چه پایی میگه بالا تو که ما بخندی جفت علا داره تو هم علا داره یا علا داره اگه تو بابا بخندی بگی چرا باید از مرد کنه از بالا بیا پایین پس علل چهبه نه از بالا بیا پایین بعد ازش بهش گفتم خداوند داره میگه که شما داره میگی که پا رو بگی ماسک کن ما داره میگه پا رو بگی بوشو بعد خداوند داره میگه که ما هیچ دست دیره نداره که شما رو سختی بندازه هدف خداوند از اینه که شما رو پاکیزه بگرداره خداوند چینی بین و بین اللهی حرف تو که میگی ماسک کنی بیشتر به حرف خدا نزدیک داره نه حرف مو که میگو بوشور به حرف خدا بیشتر نزدیک داره بله بسیار عالیه نه برعکس خیلی خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که هر روز بیارید از سخنانتون استفاده کنیم و از تجارب خوبتون و از سخنان شیرینتون استفاده بکنیم و اگر نتونستیم الان یکم اول شد و اگه نه از لحاظ گفتیم بریتا با وجودی که سواد ندارم با وجودی که سواد ندارم آقا مولا زده الحمدلله چنان علم خدا بهم داده چنان علم خدا بهم داده که با هر کی بشینم بحث بکنم فقط 5 دقیقه خدا شاهده خدا را شکر این از نعمت خداوند از نعمت خداوند بر شماست خداوند این نعمت رو بیفزایید خوشحال شدید سلامت باشید خدا یاری آور شما باشه خیلی خوشحال شد از شما درم نکنه ببخشید سلامت باشید فقط همین یک کلمه کوچیک دیگه بگم و قطع کنم تا تونست تو مشهد چنان کرده بود تو محله ما چنان کرده بود تو محله ما که یعنی تمام اطلاعات و پلیس امنیت ملی و بسیج و همه در دنبالم بودن یعنی 300 نفر آدم 300 نفر آدم نه تو محله ما باهاش صحبت کردم اگر رفتم باهاش صحبت کردم برگشت تو این محله که بی سوادن عوام است محله که پر از شرک و کثافت و گمراهیه ولی الحمدلله خداوند چنان زبون بهم داده که وقتی میشینم با هر کی بحث می‌کنم خدا رضا من شد 2300 نفر آدم تو محله ما برگشتن الحمدلله ان شاء الله که مشهد به وسیله شما و به امثال شما دوباره به عقیده توحیدی
اسلام، عقیده توحیدی امام رضا، عقیده توحیدی امام غزالی، عقیده توحیدی هارون رشید و عقیده توحیدی مسلمانان بازگرده و دوباره شما و امثال شما پیش هنگان توحید باشید برای موحد شدن این شهر، شهری که شرکستان ایران شده. فقط آقای ملازده، علمای اهل سنت متاسفانه توی شهر ما به قدری سکوت کردن، به قدری ترس دارن، به قدری صحبت نمی کنن، به قدری سکوت کردن که اصلا افتضاح. آقا برای که میکشنشون؟ نه برای که میکشنشون؟ خودشان نه، علتش اینه که اینا رو فوری میکشن. مگر امام مسجد شیخ فیض رو نکشتن؟ مگر مسجد شیخ فیض رو خراب نکردن؟ این همه این تجربه ها جلوشونه. ولی صاحب شما خودتون هم باید خیلی احتیاط بکنید. خواهی ملزده، ما الان خودم شخصا مثلا دو سه ساله دارم صحبت میکنم، چون تکلیفی که دارم تنهایی صحبت که دارم تنهایی رفتم خانه شما تو گروه نبودم، مثلا که مدرک دستشان ندادم تنهایی کار گیدم خیلی تاثیر بشه. ولی آره. اگه مثلا گروه درست بکنی تو اتاق 5-6 نفر 10 نفر جمع بشی، کتاب بری پخش کنی، دیدی تابلو بازی در بیاری، بله. ولی تنهایی اگه کار بکنی بری شب و روز هم بری با اینا بشینی صحبت بکنی، خدا شده آقا ملا زده نشستم تو چیز باهاش صحبت کردم تو همه بتخانه امام رضا تو مشهد که وقتی نشستم باید نشستم صحبت کردم، خدا شده برداشتن دستبند رو زدن رفتم اونجا شروع کردم به صحبت کردن باهاش، قرآن و نهج البلاغه گذاشتم جلوش، به تپ تپ افتاده بود خدا شاهده که بچه های حضرت یعقوب، چرا برشن به حضرت یعقوب برشن به بچه های حضرت یعقوب گفتن که تو بیا برو تلم مغفرت کن، در جوابش بشه گفتم خب بابا به پدر به پدرش که زنده برشن گفته استغفر لنا، نگفته استجب لنا، تلم مغفرت کرده. بعد شما چطور خود حضرت یوسف چیز مگونی که دیگه چیر بود وقتی تو چا بود پدرش نمیدیدش؟ بله. یا چرا خود به چای حضرت یوسف، به خود حضرت یونس که بعد از اون پیغمبر متولد میشه، جلوی خود حضرت یوسف واسطه حضرت یوسف میگه شما برادر من نمیشستین؟ میگه نه، جلوی خودش رو برادرشون نمیشستن. یا زلیخایی که 30 سال تو کوچه دو تا کوچه واسطه حضرت یوسف به هر چی صدا میزنه نمیشنوه، هر چی یوسف و خدا صداشو نمیشنوه، چرا اینا رو نمیبینه؟ آفرین بر شما، آفرین بر شما. چرا اینقدر مردم گمراه میکنه؟ چرا اینقدر دروغ و خالی بندی میکنه؟ این همه زلیخا 30 سال تو تلویزیون تو فیلم خودتون داره نشون میده 30 سال یوسف میکنه، 30 سال شیعه بود، 40 سال شیعه بود، ولی وقتی که وهابی شد دیگه با یوسف کار نداشت. تو خود فیلم خودشان نشون دادن که حضرت یوسف برداشت به زنش که برو زلیخا صدا رو زد، زلیخا گفت بابا تو کار نداره، تا روزی که ما خدا رو نمیشناختم شب و روز جون زندگی و فدای یوسف کرده بودم، از روزی که خدا رو شناختم فهید و همه کارا دست خدا ما با یوسف کار نداره، تو فیلم خودشان داره نشون میده. چرا از خدا نمیترسه؟ چرا از فیلم خودتان قبول نداره؟ کتاب خودتان قبول نداره؟ قرآن خودتان قبول نداره؟ خیلی خیلی متشکرم از شما. خواهش شما هم ملازده، خوشحال شده، سلامت باشین. سخنانتون خیلی سخنانتون خیلی شیرینه و خیلی سودمنده و امیدواریم که شما هر روز تشریف بیارید تا حد توانایید. منتظر شما هستیم در روزه دیگه. سلامت باشید. برام دعا کنین ان شاء الله. خدا حافظ شما. خدا حافظ و ناصر شما باشه. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ. یک موحد دیگر دوباره یک موحد دیگر از مشهد، امیدواریم که خداوند مشهد و شهر توحید بگردونه دوباره و از شرکستان بیاره بیرون. آقا رضا سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکات. شب شما بخیر باشه. ان شاء الله دعا شما هست مستجاب بشه و امثال این همشهری عزیزمون که خداوند قلبش رو به نور ایمان و توحید روشن کرده. آمین. بیشتر و بکار کنید دوستان، همینجور که دوستمون گفتن ما بیشتر اذیت میشیم وقتی میگن ایران در واقع مشهد در واقع پای تخت معنوی ایرانه و منظور از این در واقع اون جنبه زیارتی قبر امام رضا و در واقع اون بزرگ کردن این عبادت شرکی هست. بنده و این امثال این دوستمون و کسانی که
موحد شدن خیلی بیشتر اذیت میشیم و این باعث شرمندگی ماست و انشالله که هر چه زودتر شهر مشهد از این وضعیت در واقع شرکالود خارج بشه. امید خدا. با عرض تبریک دارم به این همشهری عزیزمون، همونجور که خودشون گفتن و تمام همشهری‌های ما متوجه میشن، حتی از لهجه ایشون متوجه میشن که احتمالاً منطقه‌ای که ایشون زندگی میکنن منطقه‌ای به لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف و اصطلاحاً پایین شهره، ولی خداوند نوری در دل ایشون قرار داده و در واقع امثال ایشون مصداق آیه شریفه هستند که میفرماید من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کس تقوای الهی پیشه کنه خداوند فرق قدرت فرق گذاشتن بین حق و باطل رو به او عطا میکنه و این عنایتی که به ایشون شده از طرف خداوند همون چیزیه که به امثال آقای انصاریان، به آقای قزوینی و بسیاری از آقایون دیگه خداوند عطا نکرده. و من خیلی دوست دارم از اینجا یه پیغام بدم به همه به اصطلاح آیت الله ها، حجت الاسلام ها، خیلی از اونهایی که بعضی از همین کارشناسان شبکه ولایت که بنده باشون هم درس و بحث بودم در حوزه، بگم که شما در موقعیتی بسیار طلایی قرار دارید، یعنی الان تریبون دست شماست، تمام امکانات دست شماست، از جمله این که در روز قیامت از این نعمت ها سوال خواهید شد و الان که در خدمت نشر فرهنگ شرکالود رافضیگری و تشیع صفوی هستید، اگر خداوند این نور رو به شما عطا کنه و اگر شما هدایت بشید و برگردید، به تبع شما افراد زیادی هدایت خواهند شد. اگر یک مرجع تقلید مثل مرحوم علامه برقی افکار شرکالود رو کنار بذاره و به توحید برگرده، در واقع اثرات و برکات خیلی بیشتری در جامعه خواهد داشت و منشأ خیر فراوان خواهد شد. این قدر این موقعیت طلایی رو بدونید که در روز قیامت که روز حسرت هست، به مراتب حسرتی که شما خواهید خورد از یک فرد عوامی که در موقعیتی نبوده، علمی نداشته که بتونه به واسطه اون کسی رو هدایت بکنه، حسرت شما خیلی بیشتر خواهد بود. انشاءالله که از این فرصت استفاده بکنم. چه خوش باشد که چون عثمان مظلوم به وقت خواندن قرآن بمیریم، چه خوش باشد علی گونه به مسجد به زیر تیغ نااهلان بمیریم، چه خوش باشد که با ایمان بمیریم برای دوست جاویدان بمیریم، چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم.